خشک شدن دریاچه ها و تالاب ها، شور شدن آب کارون، قطع جریان آب در زاینده رود، رشد سریع کویر مرکزی در اراضی دایر، برخاستن طوفان شن و نمک از شمال غرب تا مناطق جنوب غرب ایران، از میان رفتن هزاران هکتار جنگل، شیوع بیماری هایی مانند سل، طاعون و سالک در روستاهای کشور که پیش از انقلاب ریشه‌کن شده بودند، تنها بخشی از بحران چند لایه و پیچیده امنیت آب در ایران است که اینک در وضعیت قرمز قرار گرفته. در تعریف کلی امنیت آب آمده است: دسترسی مردم به آب پاک به منظور برخورداری از غذای سالم، تولیدات کافی، رفع نیازهای بهداشتی مردم و تأمین سلامت جانداران و محیط زیست. عدم عرضه آب سالم و آشامیدنی در حد کفایت و غفلت در تأمین ذخیره با دوام این ماده حیاتی منجر به تهدید حیات جانداران و انهدام محیط زیست و کاهش توان تولید می شود که مفهوم ساده آن تهدید امنیت آب است با شدت و ضعف‌های متفاوت. در خطر قرار گرفتن امنیت آب، سلامت جان و حفظ محیط زیست را مورد تهدید قرار می دهد و به دنبال آن فقر، مهاجرت و منازعات درونی و جنگ‌های بیرونی برای ادامه بقا شکل می گیرد. غفلت 40 ساله حکومت مذهبی ایران در درک حساسیت و اهمیت امنیت آب و ندیده گرفتن تکلیف‌های اساسی خود نسبت به وجوه مختلف مسئله و در نتیجه عدم انجام سرمایه‌گذاری‌های لازم و کافی برای صیانت از منابع تجدیدپذیر آب، استفاده از فناوری‌های نوین به منظور افزایش ذخایر، توسعه منابع و ایجاد زیرساخت‌های انتقال و توزیع آب، این کشور را در خط مقدم بحران جهانی آب قرار داده است. طی 10 سال گذشته، منابع دانشگاهی و متخصصان شاغل در نهادهای دولتی و همچنین نشریات داخلی به تدوین و انتشار صدها رساله تحقیقی و مقاله پیرامون بحران آب در ایران و خشکی دریاچه ها، رودخانه ها و تالاب ها مبادرت کرده و مسئولان حکومتی را نسبت به عواقب بیتفاوتی در قبال بحران آب هشدار دادند. به عنوان یک مسئله جهانی و عامل تأثیرگذار بر امنیت غذایی، مراجع جهانی نیز به موضوع آب پرداخته و در مورد ایران هشدارهای متعدد دادند. چند پیش نماینده سازمان خاربار و کشاورزی فاو در ایران نسبت به کاهش رویش گیاهان و بیابان زایی و کاهش تولید محصولات کشاورزی در سراسر کشور اعلام خطر کرد و ضرورت تدوین و اجرای طرح‌های راهبردی و کارساز برای مقابله با این پدیده شوم را مورد تاکید قرار داد. اداره ملی هوا و فضای آمریکا ناسا طی گزارشی که 5 سال پیش آماده شد و حدود 13 ماه پیش در ایران نیز انتشار یافت، ایران را در جمع 45 کشور مواجه با خطر فوری خشکسالی و بحران آب در رده 4 معرفی کرد که با وجود دریای مازندران در شمال، خلیج فارس در جنوب و رودخانه ها و دریاچه ها و تالاب هایی که در فاصله رشته کوههای البرز و سلسله کوههای زاگرس قرار داشتند، بحران حاد و خطرناک آب ایران را تنها می توان نتیجه حماقت و خیانت حکومتی دانست که طی 40 سال گذشته تنها به سوء استفاده آسان و ارزان از منابع طبیعی و ذخایر ملی ایران پرداخته است. علی فراستی، استاد یکی از دانشگاه‌های داخلی، در حاشیه گزارش ناسا نسبت به خشک شدن 5 دریاچه، پایین رفتن بستر آب‌های زیرزمینی در اقصا نقاط کشور، خشک شدن آب زاینده رود و چند رودخانه دیگر، کاهش سطح ذخیره آب پشت اغلب سدهای کشور، تخلیه 65% از روستاهای یزد در 25 سال گذشته، خالی شدن 300 روستا در حاشیه دریاچه هامون، تأمین آب 5300 روستا به وسیله تانکر و گسترش کویر هشدار داد و آن را تکرار تراژدی تلخی که هر روز بیش از پیش سرزمین ما و ساکنان آن را به لبه یک فاجعه ملی و زیست محیطی می کشد اعلام خطر کرد. نتیجه گزارش ناسا این است که جنگل‌های ایران به سرعت درختزار، درختزارها بوتزار و بوتزارها بیابان می شوند و بیابانها 2/3 ایران را فرا خواهند گرفت و طی 25 تا 30 سال آینده 50 میلیون جمعیت کشور در زمین‌های خشک و تبدار و در معرض طوفان‌های شن و نمک خواهند بود. نوزادان امروز ایران یا بیابانگرد می‌شوند و یا ناگزیر از کوچ به سرزمین‌های دیگر. عیسی کلانتری که اینک به جای معصومه ابتکار
سکان حفظ محیط زیست به او سپرده شده و سابقه 12 سال وزارت کشاورزی را در کارنامه خود دارد اعتراف می کند که کشاورزی طی 10 سال گذشته تقریبا افزایش تولید نداشته، چون آب روز به روز کمتر می شود. آب در حال شروع شدن است. طبیعت ما در حال از بین رفتن است. امروز در داخل کشور یک تالاب آبدار نداریم. از هامون تا هورالعظیم و از ارومیه تا بختگان خشکیده است. طبیعت کشور در حال از بین رفتن است. این ماییم که باور نمی کنیم آب نداریم. کماکان برداشت بیرویه، مصرف بیرویه، ضایعات بیرویه، فشار بر طبیعت به جای اینکه منابعمان را اصلاح کنیم و در زیربناهای مربوط به آب سرمایه گذاری کنیم، پول توزیع می کنیم که جز تورم چیز دیگری از آن در نمی آید. من به واقع می ترسم که اگر 20 تا 25 سال آینده با همین روش از آب بهره برداری کنیم، سرنوشت قوم مایا یا سومر سر ملت ایران هم بیاید. این دور از انتظار نیست. عیسی کلانتری: برای یافتن الگوی فردای ایران لازم نیست به دنبال قوم مایا و سومر بگردد. الگوی سومالی امروز پیش چشم ما حاضر است و در خطر بیابانزایی کشور ما درست پشت سر سومالی و در شرایط سومالیایی شدن قرار گرفته، چنانکه اقتصاد کشور نیز در خطر ونزوئلایی شدن است. در تازه ترین واکنش خارجی نسبت به خشکی و تهدید بحران آب در ایران، بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل که بارها حاکمیت مذهبی ایران را خطری علیه موجودیت کشور مطبوع و مردم خود معرفی کرده، در میانه خرداد ماه برای کمک به کاهش بحران آب در ایران اعلام آمادگی کرد، ولی خبرگزاری فارس وابسته به سپاه پاسداران او را آب دزد خواند و عیسی کلانتری نیز که پیشتر با کلاه دیگری به گونه دیگر در مورد بحران آب حرف زده بود، این بار با رگ برآمده بر گردن و توسل به زبان و بیان ویژه جمهوری اسلامی گفت: نتانیاهو غلط می کند. به نتانیاهو چه ربطی دارد محیط زیست ایران؟ او برود دنبال کار خودش. برای پیشگیری از بحرانی شدن وضعیت آب در هر منطقه، میزان عرضه باید همیشه بالاتر از تقاضا باشد و طرح‌های لازم به منظور حفظ این نسبت برای آینده نیز پیشبینی شود. نتیجه پیشی گرفتن تقاضا برای آب از میزان عرضه، فقیرتر شدن مردم است و فقر عمومی به نوبه خود عاملی است برای سرعت دادن به روند کم آبی و بیابانزایی، شکل دادن دایره منحوس که کشورهای شمال و غرب آفریقا سالها با آن روبرو بودند و امروز گریبانگیر ایران شده است. برای حفظ نسبت عرضه آب بیشتر از تقاضا، ابتدا باید به نحوه مصرف آب و بعد به سرنوشت آب پس از مصرف پرداخت. برای تامین آب مورد نیاز، به خصوص در مناطق خشک، نمیتوان و نباید تنها بر ظرفیت دریاچه ها، رودخانه ها و بارش باران تکیه کرد. مقدار قابلی از آب قابل مصرف را باید از فاضلاب و دریاها گرفت. آب را باید از آفت هدر رفتن و آلودگی حفظ کرد. عربستان سعودی که فاقد رودخانه و دریاچه و تالاب است، طی 30 سال گذشته ده ها میلیارد دلار در اجرای طرح‌های شیرین کردن آب دریا سرمایه گذاری کرده است. در حال حاضر ظرفیت شیرین سازی آب در عربستان با 31 کارخانه در 18 منطقه مختلف از 5 میلیون متر مکعب در روز فراتر رفته و 100% مصرف آب شیرین ریاض، پایتخت آن کشور، با آب خلیج فارس و از طریق خط لوله‌ای به طول 467 کیلومتر از محل کارخانه شیرینسازی آب تا شهر تامین می‌شود. اسرائیل که تا سال 2004 تنها به منابع آب‌های زیرزمینی و بارش باران برای مصرف کشاورزی، صنایع و رفع نیازهای خانگی تکیه داشت، اینک 40% نیاز خود را با استفاده از 4 کارخانه آب شیرین کن از دریا تامین می‌کند. شرکت آب دولتی اسرائیل مکوروت تنها به منظور افزایش ظرفیت منابع آب آن کشور اعتباری به ارزش 2 میلیارد و 200 میلیون دلار تخصیص داده و به منظور کاهش مصرف و صرفه‌جویی آب باید سیاست کشت و زراعت داشت، ولی نه به قیمت کاهش تولید و کند شدن رشد اقتصاد، بلکه به منظور افزایش تولید و ثروتمند شدن. برخلاف سرانه مصرف انرژی، برق
گاز سوخت اتومبیل و غیره که مردم ایران را در ردیف رکوردداران مصرفی در جهان قرار داده، سرانه مصرف آب در ایران بالا نیست. عربستان سعودی، عراق و غیره از این لحاظ جلوتر از ایران قرار دارند. به طور متوسط در جهان 70% منابع آب شیرین در کشاورزی، 20% صنایع و 10% به مصرف خانگی، یعنی آشامیدن، پخت غذا، نظافت، شستشوی جامه و خانه، آب دادن گل و گیاه و غیره. در کشورهای صنعتی سهم صنایع از مصرف منابع آب کشور به 50% مجموع میرسد و همیشه نسبت روشنی بین میزان مصرف آب و رشد صنعتی و اقتصادی کشورها دیده میشود. میزان آب مصرفی در صنایع ایران تنها با مصرف آب در صنایع کشورهایی مانند بنگلادش، میانمار و سودان قابل مقایسه است. برای اغلب کشورهای جهان رابطه مستقیم بین افزایش تولید ناخالص ملی و میزان آب آماده برای مصارف کشاورزی دیده می شود. معنی کاهش منابع آب رشد منفی تولید ناخالص ملی است. در ایران 93% از منابع آب در امور کشاورزی، 2% در صنعت و حدود 5% به مصرف خانگی می رسد که در توزیع مصرف خانگی بین شهرها و روستاها فاصله زیادی دیده می شود. چنانکه در شهرها مناطق مرفه شهری آب بیشتری از محله‌های فقیر مصرف می کنند. با وجود مصرف 93% آب کشور، سهم کشاورزی در تولید ناخالص ملی ایران حدود 8% است. در طول یک سال گذشته و به منظور نشان دادن افزایش صادرات غیر نفتی، ارزش صادرات محصولات کشاورزی با نرخ‌های متفاوت محاسبه شده و با این وجود ارز حاصل عموماً از بازگشت به چرخه اقتصادی داخلی و افزایش دارایی و رشد اقتصاد داخلی باز مانده است. بر پایه آمار سال گذشته میزان آب قابل تجدید ایران 100 تا 104 میلیارد متر مکعب بوده و حجم مصرف در همان سال 96 میلیارد متر مکعب. این نسبت خطرناک حاکی از مصرف بیش از 90% از ذخایر آب کشور است، در حالی که حد مجاز مصرف در جهان تنها 60% است. سال گذشته دولت روحانی در زمینه صیانت از منابع محدود آب ایران اعتباری را به مصرف نرساند و امسال نیز به جای تدوین طرحی جامع و چند وجهی برای مقابله با عوارض تهدید امنیت آب که موجودیت نظام را هم به چالش می‌گیرد، به طرح تبلیغاتی برنامه‌های خیالی خود مانند انتقال آب دریاچه مازندران به سمنان و آب خلیج فارس به مناطق مرکزی ایران بسنده کرده است. کارشناسان داخل کشور از بی‌بندوباری در مدیریت دولتی آب یاد می‌کنند، از جمله از دست رفتن سالانه 15 میلیارد متر مکعب آب در روش‌های کهنه توزیع و مصرف کشاورزی، حفر نزدیک به 500,000 حلقه چاه غیر مجاز از راه دادن و ستاندن رشوه و همچنین روانه شدن 4 میلیارد متر مکعب آب از استان ایلام به خاک عراق، در حالی که دولت به بهانه حفظ روابط سیاسی مصلحت‌آمیز با افغانستان حتی از گرفتن حق آب ایران از هیرمند نیز درمانده است.